عرض سلام دارم خدمت عزیزان. همونطور که مستظر هستین، به علت فرافکنی که رسول و فرشید محجوبی پس از فحاشی ها و تحت فشار قرار گرفتن ها اومدن یک نامه رو منتشر کردن و سراسر ناجوانمردی خودشون رو، قساوت خودشون رو، شقاوت خودشون رو اومدن در این نامه نشون دادن. عزیزان، اگر به فیلمی که منتشر شده و بسیار کار خوبی کرده، هر کسی که این رو منتشر کرده، درود بر شرفش، درود بر شرفش که این فیلم رو منتشر کرده، 3 مرتبه رسول محجوبی، حداقل چیزی که در فیلم مشخصه، 3 مرتبه رسول محجوبی به آقای امیر علی لباف تماس گرفته در اینستاگرام و ایشون پاسخ بهش ندادن. وقتی که موفق نمیشه پس از 3 بار تلاش خودش، وایس میذاره برای آقای امیر علی لباف و در اثبات حقانیت آقای جذبی شروع میکنه، فحش میده، الفاظ رکیک استفاده میکنه و این وقتی که این فیلم منتشر شد، میاد همین آقای رسول محجوبی میگه چون به من فحش مادر داده بود و من هم مادرم مریضه و در بیمارستانه و اصلا صحبت بین رسول بوده که حمله کرده به امیر علی لباف، اینجا حالا پای آقای دکتر دادرش فتی رو میکشه وسط که بتونه خودش رو اینجا خلاصه تبرئه کنه که آقا آره این فوش داده، من اومدم دفاع کردم. در صورتی که در اون وایس اگر هر کسی شرافت داشته باشه، منطق داشته باشه، شعور داشته باشه، فهم داشته باشه، باید از رسول محجوبی بپرسه خب تو چرا همون تو این وایس از مادرت دفاع نکردی؟ تو تماما اومدی گفتی مگه نشدی حضرت آقا گفتن سید جذبی قطب فلان فلان شده، فلان فلان شده، هرچی از دهنت در اومد گفتی. یعنی نس و اثر آقای جذبی شده فوش فرزندان آقای سید مرتضی محجوبی. در ویدیو، در فایل سومی که منتشر شده، برادر این آقا شروع میکنه به صحبت کردن و شروع میکنه به فحاشی کردن و با اون لحنی که دقیقاً فقرایی که در بازجویی‌های اطلاعات بازجویی شدن دقیقاً به همین لحن، این همونو، یعنی آقا وقتی که طرف رو میگیرن نرو پسشه نرو پیشه، شروع میکنه با همین لحن، دقیقا با همین لحن باهاش صحبت میکنه. یعنی این شخص دوره دیده، دوره دیده. خوشبینانش اینه که بگیم با ذاتش با اونو یک، دقیقا با همین لحن. منتها فرقش اینجا این بود که اینجا کسی محدود نبود و شرایط و امکانات هست که این منتشر بشه. خب ما اومدیم مطابق دستوری که حضرت آقای مجذوب علی شاه دادن، از برادرمون، یعنی از دراویش حقیقی، دراویشی که منتظرن آن کسی که حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودن خداوند تعیین کرده، آن شخص، نه اونی که در بازجویی ها فقرا رو میزدن میگفتن که ما با آقای تابنده گفتیم آقای جذبی رو به عنوان جانشین تعیین کن، ایشون هم یه اسمی آورده فکر کرده ما بچه هستیم. اکثر کسایی که با اطلاعات سر کار داشتن، بازجویی شدن، این صحبت رو شنیدن، مخصوصا اون 40-50 نفری که توی در دولت سرا بودن، فیلماشون رو گرفتن، به قول حالا اونا بسه خودشون اومدن حلقه حلقه بندی کردن، دست دست بندی کردن. اومدیم خوب از برادرمون دفاع کردیم، خیلی معقول. اومدیم از کسی که این آقایون، ما اومدیم میگیم چی؟ میگیم آقای سید علیرضای جذبی، آقا نس شما کجاست؟ شما اومدی یک جایگاه رو به تصرف خودت در آوردی
آقا این نسل شما کجاست؟ پسر آقای محجوبی میاد فوش میده. خب پسر آقای محجوبی که الان اومده در این نامه میگه ربطی به آقای جذبی نداره و ربطی به آقای سید مرزا محجوبی نداره، مگه وجود داره که بچه شیخ نباشه و بخواد اینطوری صحبت کنه؟ بعد شما لحن صحبت کردن مال امروز و دیروز نیست، شما سالهاست بالای جایگاه پدرتون این لحن با فقرا داشتید. حداقل یک برخوردش آقای رسول مچو یادت بنداز در حسینیه امیر سلیمانی با اون فقیر چه گفتی که اون حرکت رو به تو انجام داد؟ من نمیخوام وارد مسائل دیگه بشم. اینه که شما به جایی که بعد اومدید اینجا، به جایی که بیایید عذرخواهی کنید از آقای امیرعلی لباب و هر آن کسی رو که خطاب قرار دادید، اومدید از کسایی که با آقای جذبی تحجیه کردن از اونا عذرخواهی میکنید. یعنی شما در اصل این فوشه رو به اونا دادید که از اونا عذرخواهی میکنید؟ شما اصلا وقتی که میخواید یه کاری کنید یا متوجه نیستید، چشو میبندید، همه رو میزنید، خودی و بی خودی همه رو میزنید. شما نمیتونی بگین ربطی به آقای جذبی نداره، ربطی به آقای محجوبی نداره، چون الگوی ما حضرت آقای مجذوب علی شاه فرمودن من در جاهایی که کار میکردم طوری رفتار میکردم که کسی متوجه نشود که من درویشم و بخواد اگر خدای نکرده، حالا چیزی خودش فرمودن، یک اشتباهی از ایشون سر بزنه اینو به آقای صالح علی شاه نسبت بدن. این الگوه برای ما. شما از جایگاهی که پدرت در دوره حضرت آقای مجذوب علی شاه داشته داری سوء استفاده میکنی، وگرنه خب شما در تونی سالا همین لحن و همین لفظ رو با فقرهای دیگه داشتید. خب اگه کس دیگه بود خوردتون میکردن. اون خرافات بیش از اندازه باعث شد که آقا فقرا فکر کنن آقا مثلا تو هم مثل بابات یه جایگاهی داری، تو هم یه مسیری رفتی. سکوت میکردن، فکر میکردن کار خوبی میکنن، فکر میکردن این احترامه. نمیدونستن که باید همون موقع خدمت حضرت آقای مجذوب علی شاه فقرا باید میرفتن میگفتن، که البته گفتند، یه تعدادی گفتند، عرض کردن خدمت ایشون و ایشون هم فرمودن آقایان مشایخ مراقب فرزندانشون باشن که از جایگاه پدر سوء استفاده نکنن. ما عمرمون رو تو این داستان گذاشتیم، همه با همدیگه آشنایی داریم، آقای رسول محجوبی، آقای فرشید محجوبی. شما به الان به جای عذرخواهی کردن اومدی حالا فشار فقرای تجدید کرده و اینها رو به خودتون دیدید واسه که خودتون رو نجات بدید، میگی رب نداره، رب داره، چون الگوی ما حضرت آقای مجزوال شو فرموده اگر یک کسی که پدرش جایگاهی داره کاری کنه رب داره به اون. یعنی شما به خاطر جایگاه پدرت سوء استفاده میکنی که در طول این سالها با فقرا به طرق مختلف صحبت کردی و الان هم که شده بهانه دفاع از آقای سید جذبی که آقا بله من دارم از این آقا دفاع میکنم. مگه با فوش دادن تو کسی جا میخوره که آقا مثلا بکشه عقب و بگه آقا چون مثلا پسر فلان شیخ فوش داده دیگه دهنو میبندیم و میپذیریم که این آقایی که هیچ نس و اثر و اجازه از قطب پیشین نداره، بگیم آقا شما رو ما میپذیریم و تو این راه کج با شما میام حرکت میکنیم. مگه چون پدر شما آقا رفته تجدید کرده همه ما باید بریم تجدید کنیم؟ ما فرمول داده حضرت آقای مجذوب علی شاه به ما فرمودن آقا نس و اثر، پس از دیدن نس باید اثر رو درک کنی، اثر رو باید لمس کنی، اثر رو باید ببینی. اینجوری نیستش که حالا چون مثلا یه تعداد به اعتبار پدر شما یا به خاطر آقای ایکس و ایگرک بلند شدن رفتن تجدید کردن کار درستی کردن. ما تو طول تاریخ آقای عبدعلی شاه کاشانی نتنزی داشتیم، این آقا تمام فقرا رو برد با حاج محمد آقای منور علی شاه غیر درویش، درویش ستیز، برد با اون آقا تجدید کردن. این نیست چه شما فکر میکنید آقا چون آقا پدرتون آقا الان چراغ و راهنمای ما. نه خیر، ما یاد گرفتیم که هزار درویش نمیتونن ولی خدا رو معرفی کنن.
ما میگیم آقا نس رو ببینیم پا رو ببوسیم، شما میگی آقا نس نیست باید پا ببوسی. شما بیجا میکنه که اینطوری فکر میکنه، اینطوری نیستش. به ما آموختن که واسه 5000 تومن رسید بگیریم، چطور بیایم آقا جان و مال و ناموس رو بذاریم آقا در اختیار کسی که فکر کنیم آقا ولی الله هستش، که به پشیز جان و مال و ناموس رو به پشیز نشموریم در برابر کسی که ولی الله نیستش. یه تعداد به زور با پروپاگاندا با فرافکنی میگن آقا این آقا هستش، چون آقا اینا میلشون سالهای سال این بوده که آقای رضای تابنده قطب بشه، حالا که آقا خداوند کسی دیگری رو تعیین کرده پس حالا میان از قدرت شیطانی استفاده کنن که رضای تابنده به اون جایگاه برسه. برسه مگه اون فقرایی که رفتن با آقای حاج محمد، آقای منور علیشا، با آقای صفی علیشا تجدید کردن، مگه فهمیدن که راه درست رو انتخاب نکردن؟ مگه اون فقرایی که همه پشت کردن به حضرت آقای درویش سعادت علیشا، مگه اونا متوجه شدن که اشتباه کردن؟ مگه خدا دنبال لشکر و سپاه؟ هیچ قطبی اینقدر انزه حضرت آقای مجذوب علیشا اینقدر محبت نکرد که این همه جمعیت دست بگیره، این همه شیخ تعیین کنه، تنها موند آخرش. همه به هر شکلی به هر بهانه‌ای تنهاشون گذاشتن. پس ولی خدا دنبال سپاه و لشکر نیست. ما هنوز منتظر موضع شفاف و روشن و مشخص و قاطع آقای سید علیرضا جذبی هستیم، همچنین آقای سید مرتضی محجوبی و افراد دیگه مشایخ این سلسله که من برای تک تکشون فایل ویدیو دادم، در باید موضعشون رو مشخص کنن که مشخص بشه که آقا چند چندیم، کی با کیه، و اگر هم سکوتشون رو ادامه میدن خب یعنی خب تایید کردن حرفای شما رو، و قطعا خب بالاخره این مسائل باید باز بشه که چرا روش افرادی که مدعی جانشینی و شیخیت آقای حضرت آقای مجذوب علیشا هستن چرا یک دفعه عوض شده، و چرا فحاشی و حمله کردن و اینها به نام درویشی، به نام دفاع از درویشی گسترش پیدا کرده.